شوم 26 نویبر معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان جنرال عبدالرحمن علمشاهزاده توسط تلویزیون بدخشان سخنرانی کرده به اعتراضگران جمع شده در مرکز خورخ دو ساعت وقت داد که میدان نزد بنای حکومت ولایت را خالی کنند. جنرال علمشاهزاده هشدار داد که اگر مردم اختیارا خانه به خانه نرود آنها را با استفاده از نیرو پراکنده خواهند کرد. علمشاهزاده همچنین از اعتراضگران طلب کرد که 5 افتمات را که در جریان درگیری های روز 25 نویبر از دست کارمندان مقامات قدرتی کشیده گرفتند برگردانند. پیشتر از خورو خبرو رسید که مذاکرات بین نمایندگان حکومت و تظاهرگران در مرکز بدخشان به نتیجه به انجام رسید. جانب حکومت حتی پیشنهاد قانونی کردن اعتراض های اخیر به خاطر از تعقیبات منبعدا آزاد کردن اشتراکچیانش را نپذیرفتند. به گفته منابع بامداد در رفت مذاکرات وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده نیز عین طلب سپریدن 5 افتمات و اختیارا پراکنده شدن تظاهرگران را بیان کرده گفته است در غیر این اعتراض ها را با استفاده از چاره های قانونی فرو خواهند نشاند. رادیو آزادی قبلا از قبل یک منبعش خبر داد که حکومت برای مذاکرات با مردم نوروزی چند منصبدار بلندپویه زاده بدخشان از جمله وزیر انرژیتیکا دلیر جمعه، سردار میلیسیای ولایت سغد جنرال عبدالله نوجوانوف و وکیل پارلمان از این منطقه عزیز گیایف را به خورخ فرستاده است. یادآور میشویم وضعیت در خورخ و اطراف آن روز 25 نویبر در پای کشته شدن دو ساکن دیهه تودم نویه روشقلا گلبدین زیوبکوف و توتیشو انورشویف ناآرام شد. مقامات گفتند که زیوبکوف با گرفتن گرفتن یاور دادستان روشقلا عبدالسلام امیرزاده در ماه فوریه سال 2020 عیبدار میشد و هنگام بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داد. ساکنان تقدم میگویند زیوبکوف و امیرشویف سلاح نداشتند و مقاومت هم نشان ندادند. مرگ آنها باعث شد که ساکنان بدخشان جسدها در روی دست در کوچه های خورخ رهپیمایی کنند و سپس در میدان نزد بنای حکومت با طلب به جوابگری کشاندن گناهکاران مرگ این دو ساکن روشقلا جمع شوند. دوام روز 25 نویبر در خورخ بین اعتراضگران و نیروهای قدرتی چند زد و خورد روی داد و تا شام روز شماره کشته شده ها به 3 نفر و زخمیان به 15 نفر رسید. اداره امنیت ولایت نیز از جراحت برداشتن 5 کارمند مقامات قدرتی از جمله 3 افسر کمیته دولتی امنیت ملی، 1 میلیسه و 1 کارمند دادستانی خبر داد. مقامات علاقه مبیلی و اینترنت را در خورخ و اطراف آن قطع کردند که این باعث ناراضگی باسن بیشتر ساکنان گردید. شام 25 نویبر با طلب به جوابگری کشاندن گناهکاران و برقرار کردن رابطه با بدخشان صدها زاده این ولایت در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو اعتراض کردند. روز 26 نویبر میتینگ اعتراضی در خورخ بازم ادامه یافت. اعتراضگران اکنون نه فقط به جوابگری کشیدن گناهکاران بلکه برقرار کردن علاقه و اینترنت و هم استعفای رئیس کنونی ولایت جنرال علیشهر میرزانبوت را طلب میکردند. رئیس ولایت با وجود طلبهای به تکرار اعتراضگران به پیش آنها نبرآمد.